بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. خبر شکر و سپاسگزارم یک بار دیگه توفیق شد در دارالمؤمنین عراق خدمت شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، به خصوص روز گذشته، روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو خدمت همه شما عزیزان به ویژه جوانان این مرز و بوم که الگو و اسوه‌شون حضرت علی اکبر علیه السلام هست و رشادت هایی که در صحرای کربلا در رکاب امام حسین علیه السلام از خودشون بروز دادن و امروز هم شهدای مدافع حرم ما همین سازوکار رو با تأسی به حضرت علی اکبر علیه السلام رقم میزنن. و همچنین پیشاپیش تبریک عرض میکنم میلاد حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی خدمت شما عزیزان، و امیدوارم که خدا توفیق بده که ما چشم ملتمون به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بشه. این نکته رو در مقدمه حتما باید به خودم و به خصوص به دوستان جوان حاضر در جلسه خاطر نشان کنم که وقتی که ما به نیمه شعبان نزدیک میشیم و جشن میگیریم و به هم تبریک میگیم میلاد حضرت رو، ماه شعبان که ماه منتظران هست، این نکته رو اصلاح کنم در فرهنگ عمومی ما. این نکته اینجوری جا افتاده که ما منتظر آمدن حضرتیم، انگار با دم در ایستادیم مهمان عزیزی بیایند. ما منتظر آمدنیم. خب این غلط. ما منتظر ظهوریم. بین منتظر ظهور بودن با منتظر آمدن فرق وجود داره. کسی ایستاده جلو در، مهمان عزیزی باید بیاید، این حالت انفعال داره. ولی وقتی کسی منتظر ظهور بود، به این معنا که آن کس را که ما منتظر ظهور او هستیم، او بین ماست، ما فقط منتظریم برخیزد ظاهر شود. بین منتظر ظهور با منتظر آمدن فرق بگذاریم. دلیل این که بعضی از متدینین انفعال دارن در زندگیشون، میگن نماز میخونیم، خوبه، روزه هم میگیریم، حج هم میگذاریم، همه موارد حل، شله زردمون هم میدیم، تا سو عاشورا این کارا رو هم میکنیم، هیئت هم میزنیم، اما وارد بحث سیاسی نشید، کاری با آمریکا نداشته باشید، چه کاری مثلا رژیم صهیونیستی دارید، جناهای سیاسی رو رها کنید. یک دینداری خونسا که این دینداری خونسا حاصل اینه که میگن بعدش تهش میگن که آقا مگه نمیخواد جهان اصلاح بشه؟ ولش کن، خودش میاد درست میکنه. از بعضی از اینا زیاد اینو شنیدید که آقا ولش کن بذار خود حضرت میاد درست میکنه. این نگاه حاصل اینه که این افراد فکر میکنن حضرت یه جایی تشریف دارن و یه روزی خواهند آمد و اینها رو نجات خواهند داد. خب این که اصلا با نص صریح قرآن در تعارضه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. تا در نفس هر قومی تغییر ایجاد نشه، ما در اون قوم تغییر ایجاد نمی کنیم. خدا زمانی ظهور حضرت رو برای ما محقق می فرمایند که ما در حرکت اجتماعی در نفس خودمون تغییر ایجاد کرده باشیم. از این رو ما منتظر ظهوریم، نه منتظر آمدن. حضرت بین ما هستند، در عراق، در ایران، در یمن، در لبنان، در سوریه، در افغانستان، در کشمیر، در اروپا، در آمریکای لاتین، در هر جای دیگه. نهضت رو جلو بردن تا الان. این اقتداری که امروز جریان‌های دینگرا دارند، جریان‌های خداگرا دارند، جریان‌های اسلامی دارند، این اقتدار حاصل زحمات خود حضرت در طول بیش از 1000 سال گذشته است که منتج شده به جمهوری اسلامی که 39 سال دوام آورده به حول قوه الهی و در عصر هیچ پیامبر معظم ما که امکان تشکیل حکومت داشتن مثل حضرت سلیمان نبی یا حضرت داوود نبی یا پیامبر خودمون یا در عصر هیچ یک از ائمه اطهار ما علیهم السلام این امکان به وجود نیامد که حکومت دینی شکل بگیره 39 سال دوام بیاره، بعدم تکثیر بشه تو کشورهای دیگه، رهبران دینی و انقلابی مبارزه کنن. این نفس عمل خود حضرت هست که در بین تمدن بشری
با سرانگشتانی که داره، که حالا در جامعه ایرانی میشه سلسله ولات فقیه، همین 61 نفر ولی فقیه که ما امروز در زعامت نفر 61ام، در لبنان میشه سید حسن نصرالله، در عراق میشه آیت الله سیستانی، در عربستان میشه شهید نمر، در بحرین میشه آیت الله عیسی قاسم، در یمن میشه انصار الله و عبدالملک الحوثی، در نیجریه میشه شیخ زکزاکی. این سرانگشتان حضرت کارها رو دارن انجام میدن، مثل نخ تسبیح عمل حضرت این افراد رو به همدیگه متصل کرده و کارها رو جلو میبره. پس حضرت بین ماست، نهضت رو داره خود ایشون مدیریت میکنه، ما منتظریم که خدا این توفیق رو عطا بفرماید به بشریت که ایشون ظاهر بشوند، ظهور بفرمایند از بین ما و ما چشممون به جمال نورانی ایشون منور بشه. این با این که بگیم آقا کاری نکنیم، نمازمون رو بخونیم، روزمون رو بگیریم، حالا اون کسی که اصلا دنبال این عبادات هم نیست که، هیچ، موندیم دم در تا حضرت انشالله بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید آقا حضرت بین ماست، کجا بیاید، ایشون آمدن هستن، چشم بصیرت و چشم عقل باید بینا بشه، ببینه حرکت نهضت رو. این جمله رو قبلا گفتم، باز هم تکرار میکنم، بزرگان و مفسرین و حکمای ما در قم فرمودند در سالهای اخیر، کارکرد دین یک کلمه است، کارکرد دین یک کلمه است، کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره از طریق آمپلیفایر بده به باندها که انعکاس بدن و بلندگوها. اگر این کارکرد رو نداشته باشه میکروفون نیست. دین چه کارکردی داره که اگر اون نباشه دین نیست؟ در یک جامعه دینی، حکومت دینی، کارکرد دین چیه؟ فرمودند که کارکرد دین در قرآن تعریف شده تحت عنوان قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی است باید بهش پرداخته بشه. نقطه مقابل ظلم در قرآن، در قرآن در معرفت توحیدی که دوتایی هست که یکیشو باید بزنیم یکیشو اقامه کنیم، ظلم رو میزنیم قسط رو اقامه میکنیم، میشه تلقی توحیدی در نظام اجتماعی. قسط یعنی سهم هر کس هر چی است باید بهش پرداخته بشه و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس گرفته بشه. این میشه مقابله با ظلم. رضا فرمود انبیا مبعوث شدن که لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست همونجا قسط رو اقامه کنه، سهم هر کس از اطرافیانش هر چی هست بهش بپردازه، ضد ظلم باشه همون جایی که هست. خواص جامعه چی؟ قوام به قسط. لذا عوام جامعه لیقوم الناس بالقسط، خواص جامعه قوام به قسط. فلسفه وجودی انبیا، فلسفه وجودی ائمه، فلسفه وجودی حکومت جمهوری اسلامی، فلسفه وجودی دین مداران در نظام اجتماعی قسطه. اگر عبادت فردی ما و رعایت احکام در مسائل عبادی و سازوکار دینداری شخصی ما منتج نشه در نظام اجتماعی به قسط، دین به کارکرد اصلی خودش نرسیده. ممکنه دین مداران زیاد باشن، در زندگی شخصی هم عبادت کنند، اما اجتماعیات اسلام که ناظر به قسطه اون رو بر نتابن، اون دینداری فایده نداره. پس کارکرد دین به زعم حکمای ما و مفسرین ما حضرت علامه جوادی آملی در قرآن عظیم قسطه، لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا است باید برخیزه قسط رو اقامه کنه و خواص جامعه باید قوام به قسط باشن. اونایی که ثروت دستشون انباش شده، علم دستشون انباش شده، قدرت دستشون انباش شده، مسئولیت ها دستشون انباش شده، از این رو از دیده امام راحل رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب، قسط فلسفه وجودی جمهوری اسلامی و فلسفه وجودی مسئولان در جمهوری اسلامی است. یک فرماندار، شهردار، نماینده مجلس، فرمانده، قاضی، وزیر، وکیل، مدیر کل، استاندار، دیپلمات، سفیر، رئیس جمهور، تمام اینها در جمهوری اسلامی یک شاه بیت در آیات قرآن بیشتر ندارن برای اینکه سازوکار رو رقم بزنن، اینه که مأمور به اقامه قسطن، چون دیگه قدرت دست اونا تجمیع میشه دیگه، اونا باید قوام به قسط باشن، ضد ظلم باشن. این یک مسئله کلیدیست. ماه شعبان و نیمه روز نیمه شعبان روز در واقع امام قسطه و ما منتظر ظهور انسان عظیمی هستیم که تا
تمام ماحصل زحمت انبیاء عظام و ائمه اطهار ما در ایشون خلاصه شده برای اقامه به قسط. و کسی میتونه ادعا کنه که منتظر ظهوره؟ که به عنوان منتظر ظهور برای اقامه قسط تلاش کنه. فلسفه وجودی تک تک ما که مدعی اسلام و ایمان هستیم اقامه قسط. خب همیشه جوانای دانشجو کف دانشگاه ها از ما میپرسن که آقا چرا جمهوری اسلامی هر که توش میشه مدیر کلان اجرایی و وزیر و وکیل با سر میخوره زمین؟ آیا جمهوری اسلامی مشکل داره که هر که توش میشه مقام مسئول میخوره زمین؟ یا این افراد مشکل دارن؟ من میگم شما به یک مثال توجه کنید، جمهوری اسلامی رو با این مترو میزان بسنجید. شمر در زمان امام علی علیه السلام سرباز امام علی بود، در زمان امام حسن علیه السلام سردار سپاه امام حسن علیه السلام بود، در زمان امام حسین علیه السلام قاتل امام حسین. نفس امام علی علیه السلام بهش خورد موقعی که سرباز امام علی بود، نفس امام حسن علیه السلام به این خورد موقعی که فرمانده گردان و تیپ و این چیزا بود توی سپاه امام حسن در جنگ با معاویه. نفس امام علی و امام حسن بهش خورد، آمد نشست روی سینه امام حسین، نفس امام حسین رو بود. این درسی است که یک جوان ما در جامعه دینی، جوان مؤمن انقلابی باید بداند. می شود شمری بود که نفس امام حسین، نفس امام حسین رو می گیره، کسی که نفس امام حسن و امام علی بهش خورده. جمهوری اسلامی هم همینه. در جمهوری اسلامی هم هر کس ادعای ایمان کرده خدا امتحانش میکنه، به خصوص مسئولین جمهوری اسلامی. آیه صریح قرآنه که بسیار مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه این رو در سخنرانیاش در برنامه تلویزیونیش و رادیویش اعلام میکرد، مدام این آیه رو میخوند: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. مردم حساب میکنن که ما اینها رو وقتی ادعای ایمان کردن، ان یقولو، گفتن ایمان آوردیم، دیگه امتحان نمی کنیم. چرا؟ تا بگید ایمان آوردیم از اونجا به بعد با فتنه ها امتحانتون می کنیم. همیشه به جوانان دانشجو این نکته رو عرض کردن، جوانان مؤمن انقلابی حاضر در جلسه هم به این نکته عنایت داشته باشن. تا نیامدی مدرسه امتحان نداری. بیرون مدرسه اصلا نمی خوای سواد بگیری، نمی خوای سواد داشته باشی، علم یاد بگیری، لذا بیرون مدرسه اصلا امتحانی هم نداری. آمدی تو مدرسه باید هی مدام امتحان بشی تا رشد کنی. رسیدی دانشگاه باید اینقدر امتحان بدی واحد به واحد تا برسی به سطح دکتری. پس کسی که مدرسه و دانشگاه رو طی کرده، مدارج بالا داره، یعنی هی مدام امتحان شده دیگه. کسی هم که ادعای ایمان میکنه مبتنی بر این آیه در قرآن، آمده افتاده توی ریل ایمان، هر چی میره جلوتر امتحاناش سخت‌تر میشه، مثل امتحانای اول ابتدایی با امتحانای سال آخر پست دکترا چقدر فاصله داره. مؤمن هم کسی که مؤمن شد افتاد رو ریل ایمان و اسلام، قرآن فرموده اینجوری امتحانتون میکنیم با فتنه ها، فتنه پشت فتنه، فتنه پشت فتنه، تا هی سطحت بره بالاتر. چرا مردم ایران رسیدن به 39 سالگرد انقلاب؟ چون فتنه ها رو طی کردن. فتنه های دهه 60، فتنه های دهه 70، فتنه های دهه 80، فتنه های الان دهه 90. از فتنه ها سربلند بیرون اومدن. جمهوری اسلامی هر دفعه مقتدرتر شده، قویتر شده. پس امام وقتی میفرمود که حکومت ها میدان آزمایش مردان است و میفرمود بیچاره کسی که خودش رو نساخته باشه و جامعه بهش رو کنه، ناظر به فتنه ها بود. حکومت ها میدان آزمایش مردان است. برخی تو جمهوری اسلامی میشن مقام مسئول و ظرفیت جمهوری اسلامی رو ندارن، برخی تو جمهوری اسلامی میشن مدیر و مردم بهشون رو میارن، به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه هنوز خودشون رو نساختن، بیچاره کسی که مردم بهش رو بیارن خودشو نساخته باشه. چه کار میکنه؟ میگه ما مسئول نیستیم مردم رو ببریم بهشت. پس مسئولیم ببریم مردم رو جهنم؟ بله. چجوری؟ 61 بار سال گذشته، 61 بار، 7-8 مرجع تقلید ما نسبت به خطر مخرب ربا در نظام بانکی و مالی که کمر مردم رو شکسته، 61 بار
مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، شمیری زنجانی، علوی گرگانی و جعفر صبحانی 61 بار هشدار دادن دولتی که معتقد مردم رو نباید ببریم به بهشت، باید ولشون کنیم همینجوری برن جهنم، حتی پاسخ ندیده. آقا شما دارید چی میگید؟ مجلسی که با رأی مردمی سر کار میان که این عکس ها و تمثال معظم شهدا رو که توی این مکان مقدس میبینید، مردم این جوانان و مردان رشیدشون رو فرستادن به خاطر اقامه دین، به خاطر اقامه قسط، به خاطر تحقق کلمت الله العلیا بر جهان مادی و نفسانی زده امروز. این مردم انتظار دارن احکام نورانی قرآن پیاده بشه. مردمی که 3-4 روز دیگه میخوان جشن بگیرن میلاد حضرت رو، میدانن که حضرت هنگام ظهور مهمترین کاری که انجام خواهند داد اینه که قرآن رو به نحو کامل اجرا میکنن. و امروز ما در جمهوری اسلامی اگر خودمون رو منتظر ظهور میدانیم، یک وظیفه داریم که هر قدر میتوانیم ضریب نفوذ قرآن و احکام نورانی قرآن رو در جامعه بیشتر کنیم. یه 3 کلمش لا تأکل الربا، 61 بار، 6-7 تا مرجع، 61 بار، سال 51 هفته است، سال 95 به جای 51 بار 61 بار، یعنی نه هفته یک بار، تقریبا هر 5 روز یک بار مراجع اعزام تقلید حکم دادن، نگران شدن، گلایه کردن در دیدار ما مسئولین، گفتن آقا ما به عنوان اسلام شناسان داریم به شما مسئولان میگیم که سیستم ربویه و حکومت دینی وقتی شیطان از پس حکومت دینی بر نمیاد، مردم رو از سفرهشون با خدا به تعارض میکشونه. آقایون میان میگن که ما سایه جنگ رو از سر این ملت دور کردیم. ببخشید، سایه جنگ با خدا رو چی؟ سایه جنگ با خدایی که تو قرآن آمده و متخصص مبارزه با این جنگ میشه کسی که مفسر قرآن، فقیه واجد شرایط، متکلم، محدث اصولی، فقیه، او داره میگه آقا سایه این جنگ بر سر ملت گسترده شده و ما وظیفه داریم اگه میخوایم مردم به جهنم نروند، مردمی که شهید دادن، مردمی که تحریم ها و کودتا ها و جنگ تحمیلی و فشار ها و محاصره های اقتصادی رو تحمل کردند، این مردم لیاقت بهشت و لیاقت رستگاری رو دارن. و وقتی که شیطان زورش به این مردم نمیرسه از اقتصاد و فرهنگ و سیاست، یک راه داره، این مردم رو آلوده کنه زندگیشون رو به ربا. وحدت تلاش مجلس کجاست؟ وقتی به رئیس مجلس مراجع تقلید میگن آقا جان برو این مسئله رو حل کن، این سیستم ربوی رو، ایشون و تیمش میره 20 دقیقه برجام رو ماسمالی میکنه، میره بکارش تو مجلس، اندازه 10 دقیقه روی مسئله زدودن ربا از نظام بانکی کشور تلاش نمیکنه، در صورتی که مستقیم مخاطب شد. قوام و قوام به قسط بودن مال خواسته، یعنی کسی که میره بشه رئیس مجلس، رئیس کمیسیون، نماینده مجلس. هر روزی این ملت 80 میلیونی زندگیشون ربویه، این نمایندگان مجلس یک درجه به اسفل السافلین نزدیکتر میشن. هر روزی که این 80 میلیون انسان مسلمانی که درد کشمیر و لبنان و فلسطین و یمن و سوریه و جای دیگر رو دارن، از حرم میرن دفاع میکنن، در اینجا همه سختی ها رو در مقابل مستکبران و گردنکشان عالم تحمل کردن و دولت جمهوری اسلامی، نظام بانکیش، وزرای اقتصادی و تجاری و غیر و زالکش و رئیس جمهور معممش نمیگه مراجع اعزام تقلید، چرا دارن اینقدر فریاد میزنند؟ این ساختار دولتی روز به روز به جهنم بیشتر نزدیک میشه. آقا این حرف قرآنه دیگه، قرآن میفرماد ربا جنگ با خداست. اسلام شناسان و قرآن شناسان 61 بار سال گذشته گفتن این سیستم ربویست، برکت از زندگی مردم برده، مردم نمیتونن کار کنن، اشتغال داشته باشن، هر چی میدون کمتر میرسن، جوانا نمیتونن ازدواج کنن، اشتغال از بین رفته. جوهره ربا وقتی در اقتصاد جهانی پیدا شده، پدر اقتصاد جهان رو در آورده، بعدش هم سراغ جامعه ما اومده. حکومتی به نام اسلام، اصلاح مشکلاتش اول باید از احکام قرآن شروع کنه، نه دنبال نسخه‌های بیرون مرزها بره. وقتی در حکومت ما دولت مرد ما درد دین نداره، مسئلش قسط نیست، مدام توهین میکنه با مخاطبان خودش که بروید
عینک بزنید تا پس آورجامو ببینید. بعد از این ها دختر رسمی ایشون سال 93 بعد از تفریحات از اروپا برگشته آمده اینجا با بابایی رفتن با همدیگه شرکت ثبت کردن. حالا مثلا برند فلان لباس خارجی رو میرن داخل کشور میفروشن. این پس پسا بر جامعه این رو ما ندیده بودیم. راست میگی دیگه بالاخره خوب شده برای کوربنی ها دولتی که بسیاری از مدیرانش فرزندانشون در انگلیس و آمریکا و کانادا زندگی میکنند، اون دولت نمیتونه دولت از ضد استکباری باشه، نمیتونه بفهمه اون ایالات متحده چطور پای جلوی این ملت گذاشته 39 سال فشار میده. همونطوری وزیر خارجه این دولت گفت هیچگاه اینها نگاهشون به آمریکا دشمن نیست و از کلمه افتخارش گفت من افتخارم هیچ وقت در زندگی از کلمه دشمن استفاده نکردم. اینا وقتی تو قرآن میرسن به آیه این که ابلیس و شیطان برای شما عدو مبین و دشمن آشکاره، از رو آیه میپرن. اینو مشکل هستن لذا نمیبینه رئیس جمهور ما تا اینکه هر روز میره تو استان گرگان برای اولین بار بعد از 4 سال از برج عاج غرب‌گرایی و اقامه قواعد لیبرالی در حکومت دینی میاد پایین، برای اولین بار میره مردم واقعی رو میبینه. معدن کاران که بیمه نیستن، درگیر مشاغل سخت هستن. اینستاگرام و تلگرام و جاهای دیگه اینا حضور ندارن که ما وقتی میخوام تو تیم کارشناس بذاریم بگیم که خب سیستم اطلاعاتی، سیستم امنیتی، سیستم رسانه‌ای، سیستم سنجش افکار، برید افکار عمومی رو بسنجید. کجا برید ببینید توی اینستاگرام صفحه‌های فلان گروه و فلان کس و فلان کس چقدر لایک برده، توی کانال‌های تلگرامی چند تا سوپر گروه و چه و چه رو انداختن. اون پرش سوار سرک بغل شمال تهران جلو چشم مسئولین دولت ماست. اونا میبینن شاد سوار ماشینه چند صد میلیونی تو اتوبان‌ها ویراج میرن، کروکی ماشینشون میکشن کنار، اون خانم موهای رنگ کردش رو به باد میده و سگش میگیره تو بغلش، پشت سرش هم کنار دستش با سرعت 200 کیلومتر رانندگی میکنه. مسئولین ما وقتی تردد میکنن در اتوبان شما رو تنها میگن ببینید چقدر مردم شادن، اثرات و بسابرجام چه کرده با مردم، خیابونا تمیز، کاخ ها رفیع. یک بار توی عمرشون رفتن یه جایی که مردم واقعی بودن و مردم واقعی که امکان استفاده از اینستاگرام و تلگرام رو نداشتن افتادن دنبال اینا، پیامشون رو نبر لایک که با کلوخ و سنگ رسوندن به گوش رئیس جمهور مملکت ما که یگان ویژه نیروی انتظامی و گارد حفاظت شخصیت های سپاه مجبور شدن با بدبختی و مصیبت از زیر دست مردم فراکت زده ای که هزار یک مشکل دارن اینها عبور بدن. آقایون خیلی دیر مردم واقعی ایران رو دیدن، آقایون خیلی دیر متوجه شدن که مستضعفین که امام میفرمودین پا به اهدبان برای نعمت ما هستند، اینها هستند که هنوز وقتی شرایط پیش بیاد برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها جوانهاشون میفرستن. اینها هستند که اگر این مملکت چپ نگاه کنه دشمن پاشون میزنن وسط این عرصه. اینها رو ما رها میکنیم که میفرمود یک تار روی این کوخ نشینان به همه هستی اون کاخ نشینان میارزه. اما 39 سال بعد از عمر جمهوری اسلامی دولت تهران سرکارمند یه دولت اشرافه، دولتی که گرد او فقط مسئله اشرافه. وقتی بهش میگید آقا شما 1% رو توجه دارید بهشون، دنبال اون 99% نیستید، میگن شما توهین میکنید. آقا یکی به من بگه چند درصد مردم ایران 700 میلیارد تومان ثروت دارن؟ وقتی که وزیر این دولت 700 میلیارد میره تو مجلس میگه من 700 میلیارد تومان ثروت دارم، چند درصد مردم ما از این 80 میلیون نفر چند درصد 700 میلیارد تومان ثروت دارن؟ 1%، 2%، همون درصد همون چیزی که شما بهش میرسید میشه همین درصدی که وقت همون وزیر وقتی میشینه تو خونه یه چند میلیاردی میاد مسکن مهر رو مزخرف میکنه. و ما هم دوست داریم همه مردم مثل خونه جناب عالی و ثروت جناب عالی داشته باشن. قرار نبود در حکومت دینی ویژه خواهی و خواسته خواهی در جناهای سیاسی مختلف در دولت های مختلف باب بشه. این میگه چون اون جناب خورده من حق دارم بخورم،
میگه اون یکی جناح خورده من حق ندارم بخورم، این میگه تو اون دولت چرا ساکت بودید، این میگه تو این دولت چرا ساکت بودید. آقا امام ما وقتی آمد در جماران و حکومت رو مسئولیتش رو عهده‌دار شد در شرایط انقلاب تا روزی که از دنیا میرفت چیزی از سخاوت دنیوی به خودش اضافه نکرد. امام امروز ما در این 28 سال 30 سال اخیر زندگی بسیار ساده، بسیار بسیار علوی، خودش و اعضای خانوادهش و فرزندان هم تو دامادش الگو برای ما این بوده. هر کس در جمهوری اسلامی مسئولیت گرفت و چیل مبارک رو پر کرد و برای اطرافیان و آشنایان خودش سازوکار این چنین رو رقم زد و بهانش هم این بود که جناح دیگه فلان آدم توش برده. خدا لعنت کنه هر کسی که در هر جناح این سازوکار رو ایجاد کرده. فکر نکنن موزه ما مسئله جناح است، مسئله ما قصد، مسئله ما ظهوره، مسئله ما مسئله ایمان من. لذا اگر روزی که 30 سال پیش حقوق معلمان 2000 تومن بود، وزیری که امروز میگه من 700 میلیارد تومن ثروت دارم اون روز 20 میلیون تومن حقوق میگیره، 20 میلیون تومن روزی که حقوق معلمان 2000 تومن، اگر اون روز 20 میلیون تومن حقوق میگیره یعنی یک فیش نجومی میگیره، تا امروز 20 میلیون تومنش ادامه داشت در 30 سال 30 سال 12 ماهه هر ماه مثلا 20 میلیون تومان گرفته میشده 240 میلیون تومان در سال، 10 تا 240 میلیون تومان میشده 2 میلیارد و 400 میلیون تومان، 3 تا 2 میلیارد و 400 میلیون تومان میشده تقریبا 7 میلیارد و 200 میلیون تومان. اگر وزیر امروز کابینه ما در تمام دوره 30 سال گذشته فیش نجومی 20 میلیون تومانی میگرفته، از روزی که حقوق 2000 تومان بود برای معلمان الان 7 میلیارد تومان باید ثروت می‌داشت، هیچیشو نخورده باشه، خونه نخریده باشه، ماشین نداشته باشه. چرا 700 میلیارد تومان عوض ثروت از کجا آورده؟ همه سال 92 آسمون باز شد، دولت آقای روحانی افتاد اینجا که بعد بیاد بگه آقا دوره گذشته ما چنان ویران کردن که ما داریم آوارمرداری می‌کنیم. آقای جهانگیری جناب‌عالی تو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی تو 16 سال وزیر نبود توی مملکت. آقای آخوندی تو دوره آقای هاشمی وزیر مسکن نبودی. آقای زنگری تو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی وزیر نفت نبودی. آقای نعمت‌زاده تو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی وزیر نبودی. شما همه یه 16 سال مملکت دستتون بود، یه چیزی بلبلبلی تعبیر دولت بعدی داده بودید. حالا آمدید با این استراتژی که سه تا میشه گیداره، اولا مردم ما نمیتوانیم قرب باید نجات، دوم مردم یه دولت اومد سر کار آفت زد به همه چیز، 8 سال همه چیز رو ویران کرد، ما داریم آوارمرداری میکنیم، سوم در این صورت باید دست از ایدئولوژی و اعتقاد اسلام اون برداریم بریم سراغ غرب، بیا درها رو روی ما باز کنه ما رو نجات بده. با این سه تا استراتژی، سه تا استراتژی مذهبانه که ما نمیتوانیم، برای اینکه بگیم نمیتونیم نگاه کنیم مردم انرژی هسته ای اصلا تو کدوم هسته ما هسته ای نداشتیم، موشکی رو ما ایجاد کردیم، آقا بدیم بره جمهوری اسلامی رو 39 سال ایجاد کردیم، آقا ما تونستیم به قول معروف امنیت ایجاد کنیم، همش رو بدیم بره که بگیم ببینید ما نمیتونیم، باید با کمک بیگانه باشه امام راه وقتی فرمود ما میتوانیم، نه نه ما نمیتوانیم، القاء ما نمیتوانیم. من دیروز و پریروز استان اصفهان برنامه داشتم در دانشگاه استان اصفهان و در مناطق مختلف شرقی از شهر اصفهان تا خمینی‌شهر جای دیگه. شب قبلش یه سری از متخصصین و مهندسین سازمان هواپیمایی توی شورای شهر اصفهان اومدن پیش ما، سری نامه به ما دادن، گفتن که ما اینجا هواپیمای ایران 140 رو تولید می‌کنیم، اما چه نشه نزدیک فرودگاه مهرآباد خود زنیم. 10 سال 15 سال روی هواپیما وقتی از بکران روسیه مجمدش رو گرفتیم با بردیم شروع کردیم ساختن در دفتش ساخته شد، حالا یه اشتباهی شده بود مثلا این هواپیما 40 نفر 30 نفر مسافر بگیره، مثلا 5 به سندلی توش گذاشته، ولی این اتوبوس های تک سندلی هست که خیلی راحته، مثلا 25 تا سندلی میذارن فرض کنید، یکی میاد بعد از سندلی ها سندلی ها تنگ فشرده میذاره مثلا 40 تا مسافر بزنه. خب این که نقص تکنولوژی نبوده، شما اومدید تو ایران این کار کرد، ماشین 206 هاشبک پشتش صندوق نداره، خب اومدی تو ایران اینا اتاق یه پشت مثلا اتاقش صندوق گذاشت، تو این کار کردی. حالا برداشت این هواپیمایی که
مثل موشکی که از یه مدل کپی شروع کردیم، بعد دیگه حسن تلال مقدم رضوان تازه علیه یارانش مدل های مختلف موشک های توریزم بالستیک رو ساختن. یا در اتمی که یه نمونه ساده رو از پاکستانی ها سنتریفیوژش رو گرفتیم، اما شهید شهریاری و از احمد روشن و زین نژاد و علی محمدی و دیگران اینو بومی کردن و تکنولوژی بومی هسته‌ای ایرانی داشتن. درست در شرایطی که ما میگیم ما میتوانیم، اینا دنبال این بودن آقا بومن زمین 92 کلومتر از سر کار آقا خود این وزیر تهران زمین بکش، وای ما باید آقای بهتر سوار بشیم، چرا ایرانی هم حقش باشه بی سواری بشه؟ بله ایرانی حقش بن سوار بشه به شرط این بنز بودید، ایرانی حقش ایرباز سوار بشه به شرط ایرباز بودید. اینجا ما به نسل دیگه در دیگه ایرانی اینجا سوار بشه که هنر نیست مثل کشور عربی که آب خوردن مثلا دوبه اگه از بیرون این کشور نگه ناقص شو. شما میدونید که ساختمان های عظیم، هواپیما های پیشرفته، ماشین های لوکس، اما آب از خوردنشون 24 ساعت دیر در سردمان مرزها نابود میشن. از ایران یک کشور عاجز اینجوری میخواد دوباره آمریکا بسازه؟ حالا دقت بفرمایید، ما هواپیما رو گذاشتیم زمین، آقا باید بریم بخریم، رفتیم مجلس فرانسه و آمریکا رو گفتیم اون به ما بوئینگ بده، این به ما ایرباس بده. فاصله دانشگاه صنعتی اصفهان تا کارخونه هواپیماسازی 25 کیلومتر سکی بود، جاده هم هست تو شهر نیست، دانشگاه صنعتی اصفهان کنار شهر اصفهان، تاسیسات هواپیماسازی هم که کنار شهر شهر، این جاده رو به صلاح بره 25 کیلومتر سکی بود. اگر این ارتباط دانشگاه با صنعت با این دانشجوی فنی، این استاد فنی، همشون هم متخصص هم، همشون هم مغز هم، این تحصیل کارموزوزه به دست شده بود شغل شما جوانه مجزات استادا شما هم حیثیت آخوتون اینه که اینجا رو با این دانشجوهاتون بسازید، این تایپ ایران 140 خوبرت نامو ایران 150 160 170 آمای بهتر ابتکار بزنید بسازید. ما قرار 10 میلیارد دلار بدیم به فرانسه، به ما ایرباس بده دلار 3700 تومن، این دلار 3700 تومن 10 میلیارد دلار تو 10 سال نصف شغل ریال به شما میدیم، هم شغل شما جوان هاست، هم ترهای استاداتون عمل میشه، هم هواپیما بسازید مردمتون لایق اصلا مردمتون باشه، مردمتون بتونه هواپیما خوب سوار شه. اینجوری شما جامعه تو قبول کردی، استاد دانشگاه تو باور کردی، جوان تو باور کردی، ارتباط صنعت و دانشگاه رو ایجاد کردی، هواپیما ساخت. آقایون منم تاسیسات رو ترتیب کردن، هر شب افراد اومدن که شما میگن آقا مسئولیت برسونید که از 4000 نفر 2000 نفر رو بزنن بیرون، تولید هواپیما رو متوقف کردن، هواپیما رو سر بشید هواپیمای مسافر برای پنبه کرد یه تعطیل تو این دولت بی سر و صدا و چه کردیم؟ و رفتیم به فرانسوی و آمریکایی گفتیم بیا با ما هواپیما رو بعد افتخار میکنیم، ولی هر وقت من هواپیما رو افتخار کنیم خب شاک از حکومت جمهوری اسلامی بهتر بشه هواپیما رو گرفت، هواپیمایی که به هیچ کس نمیداد آمریکا به ما میداد. هم از اون جوانان عزیز، همین عربستان که مثلش زمان شاه، امروز آمریکا همه چی بهش میده، همه جور هواپیما و امکاناتی، چهار پنج ماه پیش همون هواپیمایی که ما متوقفش کردیم ساختش رو در شاهنشهر، همون هواپیما رو عربستان رفته امتیازش رو از شرقی ها گرفته، اون هواپیما رو ساخت 4 ماه پیش 5 ماه پیش این هواپیما وقتی ساخته شد تو عربستان روز ملی هوایی عربستان نامیده شد، جشن ملی گرفتن عربستان. ما که ادعای استقلال کردیم هواپیمایی که میساختیم و بعد 15 سال گذاشتیم کنار، رفتیم یه هواپیمایی رو از فرانسه و آمریکا بگیریم، بعد جشن گرفتیم که هواپیما اومد، اونایی که بهترین هواپیما رو آمریکا و اروپا بهش میدادن مثل عربستان که اصلا کسی فکر نمیکنه که آمریکا مهندسی داشته باشه، عربستان هواپیما یه بار رو ساختن، میبینید مهندساشون جلو هم هواپیمای ملخی که شبیه هواپیما بود وایستان عکس گرفتن، شد روز ملی عربستان در روز هواپیما. حتی دولت ما از دولت عربستان در خودکفایی و خودباوری کوچکتر بود، جوری در داخل وزارت راه و شهرسازی که سیستم هواپیمایی زیر نظرش سر و صدا را انداخت که مردم با لایق بهترین هواپیما هستن، همون موقع که اون هواپیما تو تهران زمین خورد و اینا گفتن دیگه این هواپیما رو نسازیم، همون موقع یک هواپیمای فوق پیشرفته ایرباس مالزی با بیش از 300 مسافر جوری گم شد که بعد از 3-4 سال تمام کره زمین رو گشتن، دریاها و اقیانوس‌ها و زمین‌ها و جنگل‌ها رو، وجبی
از بدن این هواپیما پیدا نشد. اما نگفتن که هواپیما سانحه میده، کشتی غرق میشه، اتومبیل تصادف میکنه. نه، این هواپیما تو ایران خورد زمین، این واحد باید ایرباس بمونه. ایرباس هم اینجوری بود دیگه، جوری بمشه که تو سریال های تلویزیونی عید خود ما سالهای بعدش مسخره میکردم این زنه چینیه سوار اون هواپیمای همون مالزیایی بوده کلن بمشه بگه بمشه طرف عزادار بمونه میشه. این دولتیست که وابستگی رو برای خودش که اصل قرار داده، امروز به قدری دستاش خالیه که برجامش که شکست خورده و مردم اثرش رو ندیدن و اون مردمی که دنبال این بودن که چرخ زندگیشون که چرخ حالا دیدن چرخ سانتریفیوژا خاموش شد و تأسیسات در واقع آبسنگین عراقی رو بتون شد، اون که جلو چشم مردم نبود که مردم ببینن، مردمی که تو اثر زندگی خودشون می‌خواستن ببینن، وقتی ندیدن رئیس جمهور ما رو حمله کردن به ماشینش، رفتن به ماشینش با مشت لگد کوبیدن به اون ماشین، این اثر چرخ‌های در واقع زندگی مردم. دستاشو خالیه. شنیدم آقای میگن که بنر کار کردن. این چه چیزی نیست؟ من هر روز الان یک ساعت دیگه منتون بوم بردم دارم دیگه. دیروز اصفهان بودم، فردا بودجردم. اینجوری به شما بگم. تو دانشگاه ها میگیم بسم الله الرحمن الرحیم بردم کل دانشگاه ها میگیم. الان آوره کردن. میریم تو هر شهری بنر بسم الله آره. توی اصفهان تالار تو شهر گرفته بودن با فاصله 3 ساعت تو مسجد سیه مردم اون تجمع عظیم رو داشتن پریدوزی برمون داشتن اینجا وسط دانشگاه اصفهان به دستور مسئولین دانشگاه بسم الله الرحمن الرحیم نیم ساعت بعد از ساعت درس صدها دانشجو سر کردن که تو هوای گرد رفتیم دانشگاه صنعتی اصفهان وسط رفتن دور رقابت میایم عراق بنرها پایین از بودجه بیت المال بنرها به اسم علابرکت الله در دیوار این اون اسلامیست که بعضی ها با لباس روحانیت رقم میزنن و امروز یک مرجع تقلید یک عالم بزرگ دین پشت سر اینا نیست، یک خانواده شهید، یک در واقع انسان جانباز و انقلابی و بسیجی و متدین پشت سر اینا نیست. بعد براشون کی مطرحه؟ کیا تو جامعه مطرحن؟ کسانی که برخوردارند فتنه ها جهان فتنه ها دست آقایون خالیه. دولتی که در مناظره هفته گذشتهش رئیس دولت میشه تو تلویزیون گرایه میکنه توی یه دقیقه آخرش میگه چرا بی‌انصافی میکنید؟ یعنی دولت من در 4 سال گذشته هیچ کار خوبی نکرده که همه چیز رو شما توی این مناظره انتخاباتی دارید زیان نشون میدید؟ آقای رئیس جمهور شما در 8 ساله قبل از اون این 3000 تا مدیر یعنی فرماندارها، شهردارها، استاندارها، دیپلمات‌ها، مدیر کلها، وزیرها، وکیلها، معاونین همین اینا شما با رئیس جمهور مشکل داشتید. اون 3000 تا مدیر تو 8 سال برای مردم هیچ کاری نکردن. وقتی بی‌انصافی می‌کنی منتظر باش جامعه خدا به جامعه حکم کنه که همون بی‌انصافی رو تو صورتت. وقتی که میای ناجوان مردانه شما و جریان آقای هاشمی و آقای خاتمی 16 سال کشور در اختیار داشتید، لیبرالیسم رو نهادینه کردید در این کشور، آمدید دولتی که آمد سرکار رو اینقدر فشار رو بودید هزار این مسئله ایجاد کردید، بعد حالا آمدید بگید که ما آسانون باز شده سال نبود، ما بریدی تو ایران قبلش ما تو ایران نبودیم، یه دولت ایران کرده آمدید به ما باورداری میکنید. شما تو اون 18 سال 16 سال چیکار کرده بودید؟ شما 20 سال کشور دستتونه، 8 سال هاشمی، 8 سال خاتمی، 4 سال امروز. چرا به جامعه ارائه میدونید که شما 4 سال کار دستتون که آقا 4 سال دیگه هم باید باشیم؟ آقای ظریف هم میگه نه 4 سال دیگه هم باید باشیم تا بقیه کشور آقای ظریف رو بریم به اصطلاح برد برد بدی برد برد نه دوست عزیز، شما 4 سال نیست سر کارید، شما 20 ساله که سر کارید. نفوذی که در کشور از طریق شما صورت گرفته بیداد میکنه، صدها تن از فرزندان شما امروز در آمریکا، کانادا و انگلیس هستن و ما نگران نفوذ اونها از نفوذ سرویس های اطلاعاتی غرب از طریق مطلع اونها تو خونه شما هستیم. ما نسبت به نیویورک، نسبت به جریانی که دارد از نیویورک یا رقم زدن اونطوری که رهبری فرمود مراقب نفوذ باشید در این مذاکرات نگرانیم، یه نفوذ رو رهبری بروز بیشتر چه گرفت؟ جوانان عزیز، اگر روزی حضرت روح الله در 1342 در کپیتولاسیون سیاسی که ایالات متحده در مورد شاهش اجرا می‌کرد فریاد زد توی قوم و اون فاجعه فیضی
روسیه رخ داد و اون شهادت طلاب و بعد دستگیر شد و زندانی شد و تبدیل شد 15 سال. فاجعه اینی که شما نخوندید و خبر ندارید و نمیدونید بدانید که کپیتولاسیون سیاسی بود اما کپیتولاسیون فرهنگی، تربیتی، آموزشی و اخلاقی رو دولت ما بی سر و صدا بود و دیگه رهبری دو روز پیش فرمود در کنار معلمان عزیز فرمود این مقررات 2030 یونسکو 2030 که میشه 1408 13 سال دیگه این مقرراتی که برای کفر دیده شده این مقررات چرا برمیشه دوباره 20 سر و صدا تصویب کردیم 20 سر و صدا اجراش رو شروع کردیم فرمود اینجا جمهوری اسلامی این حرفا با بنیانهای جمهوری اسلامی در تعارض 360 صفحه است خواهش میکنم آقایون و خانمهای جوان بخشی از حرکت اجتماعی فرهنگی سیاسی شما این بگذارم که این 360 صفحه رو ببینن آقایون و خانمهایی که تسلط بیشتری به زبان انگلیسی دارن بهتر میتونن مطالب رو ببینن در مساجد پایگاه و مدارس دانشگاهها این رو برای جوانهای دیگه تبیین کنن که دولت ما داشت بیشتر و صدا چطور مملکت رو در حوزه فکری فرهنگی تربیتی میفروخت تا جایی که امام مصطفی فرمود من گلایه دارم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعد فرمود چرا کاری میکنید که من مجبور به مداخله بشم یعنی من مجبور میشم از حوزه وزارت فقیه یا حکم حکومتی بودم چه که قضا هم اصلا بازی رو بگیرم خدا را شکرت که اگر همه تو این مملکت خواب باشن موهبت وجود امام و ولی و اثر این ملت موهبت عظیمی است که اجازه نمیده منفذی به وجود بیاد برای رخنه کفار و ملحدین و مشرکین و منافقین و استکبار که شعبه داره تو کشور آلمان اون پولو میدار دلار آمریکا میگیره
آمریکا رو ثبت میکرد که قرار همچین پولی به ایران داده بشه به خاطر خرید نفت، قطعی میکرد اون پول رو به ما میدادن، نفت از ما میدادن، به میگن دور برگردون، نمیشه که مستقیم کار کنیم، ما باید دور بزنیم. یوترن ترانزیشن اسمش اینه، یوترن ترانزیشن. ما از 1959 که جنگ تحمیلی شروع شد، اول دفاع مقدس دیگه نمیتونستیم با دلار کار کنیم مستقیم، بعد دور برگردون میزنیم. 20 خورده سال تا سال 87 اول دوران مدت اوباما، یعنی 8 سال پیش، 8 سال پیش آمریکا مجلس سیاست‌گذاریش تصویب کرد که این دور برگردون هم برداشته بشه. یعنی ما دیگه نمی‌تونستیم حتی با دور برگردون با دور زدن دلار معامله کنیم. پولی که اونا به ما میدادن بعد با چمدون می‌آوردیم تو ایران. دیگه اینا این مسخره می‌کنن، میگن اینا به اصطلاح چمدونی پولا رو می‌آوردن. خیلی خوب. با چمدونی که پولا رو می‌آوردن تو کشور، اینا اومدن گفتن ما حل می‌کنیم. خدا به حتی جواب فردا من خوش بگیزم رفتن مذاکره کردن. خب یا باید آمریکا بگه آقا من در پسا برجام رو میذارم ایران مستقیم با دلار کار کنه مثل همه دنیا، یا دوباره برش میگردن اون حالت قبلی اون دور برگردون بمونه، ایران مستقیم با دلار کار نکنه، بتونه دور برگردون بزنه، یعنی چرخ دلار رو کار کنه. هیچ کدوم این دو تا اتفاق نیفتاد. هیچی که آقای سیف رفت توی آمریکا تو شورای روابط خارجی بود آقا هیچ اتفاقی نیفتاد، منظور اینه، یعنی نه ما مستقیم میتونیم با دلار کار کنیم نه میتونیم دلار برگردون بزنیم. دست آقای روحانی و دولت در مذاکرات خالیه. آقای سیف و آقای عرفچی نمیدونستن که باید این موارد رو اول شرط کنن، بعد بگم سالهی به مزید که چطور کتونی برزن تو تحسیصات آفرین نهاراک. حالا دستشون خالیه، فرافکنی میکنن. دوستمون دیروز رفته میگه که اینها رو من میشناسم. تو چیها رو میشناسی؟ اول از همه خدا رو بشناسی. من اینها رو میشناسم، اینا میرن تو خیابونا دیوار میکشن. آقای دکتر روحانی، من عباسی موزه جنانی ندارم، مسئله من انقلاب اسلامی و اسلام. کی بود حجاب رو اجباری کرد تو ایران؟ جنابالی نبودی؟ تو خاطرات ننوشتی؟ طرفداران فکر جنابالی که فرار کردن با آمریکا پناهنده شدن، یعنی اکبر گنجی که بهش میگفتن اکبر پونه، همین طرف داره شما نبودن که موتور سوار شدن تو خیابونه تهران مثل فیلم های هندی که زنها اینجا یه خالی میزنن با حنا، اینا میرفتن با پونه زی پسات پیشونی دختران زن مردم میزنن؟ آیا شما و هم فکران شما مثل آقا سالم زیبا کلام اول انقلاب تو سنان انقلاب فرهنگی نبودید که هر استاد دانشگاه صورت شما تیغ تراشیده بود، کروات زده بود، به جرم فراماسونه بودن و مارکسیست بودن از کشور از دانشگاه اخراجش میکردید؟ امروز جوان ها فکر میکنن صادق زیبا کلام تروریستی، یعنی جناب عالی که هر روز براش تو همه دانشگاه ها با فشار فرمانداری ها و دانشگاه ها شرط ایجاد میکنه بره بگه رضا خان آدم خوبی بود، سازمان مجدد خلق از جمهوری اسلامی بهتره، مجموعه رژیم سکولیستی و اسرائیل به رسمیت میشناسیم چون که سازمان ملل به رسمیت شناخته، آقا مصطفی قلی من بیخود کردم با خرج پاسی بزننش، بعدش هم منم سلول سلول بدنم لیبراله. این حرف دولت جناب عالی است که سلول سلول بدنتون لیبراله. چون نمیشه بگی چون امام فرداتون من زنده هستن نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته. حالا می آیه زیبا کرام رو داخل جلو آقای زیبا کرام از همون افرادی که اون روز توی جریان شما تو ستاد انقلاب فرهنگی و دیگران انجام میشد که هر استاد دانشگاه صورت شما تیر میزد که رواد داشت و میگفتن این فراماسون و مارکسیست و لیبرال میدفتنش بیرون، حالا اومده خودش برای اینکه بگه مردم جوانان یادتون بره من یه عمر 37 سال پیش یه کسی دیدم که پدر مردم در میونم، من و دکتر عبدالکریم سروش که همون شدیم نماد روشنفکری در جریان جنبش و سبز و جنبش و بنفس و اینها، اینها به دین رو به بند میکنن. مردم ایران تروریستگر جریان اصلاحات در آقای سروش که فرار کرده پناهنده شده به آمریکا، این کسی بود که هر کس صورتش با تیغ تراشیده بود به جرم فراماسون بودن از دانشگاه انداخت بیرون. بین سروش و صادق زیبا کلام سال 87 دعوا شد تو روزنامه‌های دوم خردادی. برید ببینید، این گفت تو بودی ریختی بیرون، اون گفت نه تو بودی. جامعه الان میگه نه، جمهوری اسلامی متصلبه، اینا رفتارشون اینه. بونه ما دنبال افراد روشن فکری هستیم مثل آقای دکتر سروش، آقای دکتر زیبا کلام، آقای روحانی. این قبری که بالا سرش نشستی داری سازار گریه بوری توش مرده نیست. این افرادی که شما دارید ساز و کارهای اینجا رو رقم میزنید، وقتی اینجوری جلو برید بخواد اساس نظام رو ببرید زیر سوال، اصل اسلام رو ببرید زیر سوال، فلسفه وجودی حکومت جمهوری اسلامی که اسلام و قسط بوده رو برای اینکه دوباره خودتون به قدرت برسید، شما که بیش از هر کسی دیگه توی مملکت در قدرت بودید، اینو ببرید زیر سوال. ارفعی روشن فکری و فرهنگی و ضد امنیتی بگیرید در شرایطی که اولا توهین به جامعه امنیتی معظم کشور به نیروهای خدوم و سربازان گمنام حضرت
هست که در وزارت اطلاعات با به اصطلاح هیچ چشم داشتی بیشتری خدمات رو برای تحقق امنیت میکنن به نیروهای خانوم نیروی انتظامی و سپاه و ارتشه که بدون امکاناتی بهترین امنیت در کره زمین رو در این منطقه ایجاد کردن. ولی شماها که بیشتر سابقه امنیتی رو خودت و مشاورات و سروریات داشتن حالا اومدید پوز امنیتی میدید. کی در این منطقه 30 سال مسئله شما رو امنیت بدید؟ شما که مشاور ارشد فرهنگی یعنی آقای آشنا معاون ویژه وزارت اطلاعات بوده، ممکنه آقای آشنا و تیم‌های دیگه وزیر مثلا فرض کن فرهنگ ارشاد، وزیر کار، بقیه آقایون که همه معاونین و مسئولان امنیتی بودن به ما بگید مثلا آقای فرض کنید آشنا موقع قطار زنجیره‌ای کجا بود؟ اگر سنت شما به فرافکنی و سابقه در آوردنه حالا برو دنبال افکار عمومی و جواب جامعه رو بده. موقع قطار زنجیره‌ای تیم جناب عالی جناب امنیتی بود کجا بود؟ حالا دیگران عمل بگیر رو ببندن، دیگران میان نمیدونن برای مردم دیوار میکشن تو خیابونا. کارنامه تو بکن برادر عزیز، مردم رو از جنگ نترسون. مردم 80 میلیون زن و مردی هستن که ثابت کردن مرد جنگن. اینها قاسم سلیمانی رو در سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و عراق تنها نگذاشتن. جوانان این مردم بیش از 1000 نفر در کنار دست قاسم سلیمانی جنگیدن و حماسه آفریدن که دست حرامی ها بر مردم زینب نرسید و همفکران شما در دولت و جریان اصلاحات امثال کرباسچی که ناجوان مردانه از پشت خنجر زدن به یاران قاسم سلیمانی، امثال مصطفی تاج‌زاده خائن که از پشت به فرزندان رشید ملت خنجر زدن و امروز خودش و زنش برای جناب عالی رو میوزن تو شهرها سخنرانی میکنن، امنیتی که دارن این امنیت رو از صدمه سر خانواده معظم شهدا مدافع حرم دارن، شما چطور ادعا میکنید توی مثلا مسائل برجام اومدید امنیت رو ایجاد کردید و تحقیق از سر کشور رو گم کردید؟ شما زحمت دارن رو قاسم سلیمانی رو به اسم خودتون مصادره میکنید، زحمت علی فریدی و کماندوهای نیروی دریایی رو که کماندوهای آمریکایی رو گرفتن رو در واقع نابود میکنید، بعد میگید ما امنیت ایجاد کردیم. شما چجوری تو روی مردم نگاه میکنی میگی که اینا برای که نظرات برجام راحت فرا بشه شهرهای موشکی زیر زمین رو نشون دادن و رو بدنش شعارهای فلان نوشته شده؟ آقای آقایی چرا صد امام حرامه؟ اون جمله مال امامه. امام فرمود اسرائیل باید محو بشه از زمین. حضرت آقا فرمود که اسرائیل 20 سال دیگه نمیبینه. تو با امام و آقا مشکل داری؟ چیکار شهرهای موشکی داری؟ نکنه ممنوعیت از اسرائیل داری که این چیزا تو ممنوعیت گفته نشه؟ به کوری چشمه میدارم و سخنران های امروزتون در چمش
شده شما. در واقع فتنه‌گری که تو زندان بود، محکوم فتنه بود، مثل تایسون چی میخواد در دفاع از جناب عالی؟ ببین موضع کجاست. پس دوست عزیز، شعار اعتدالگرایی که میدادید این شعار مرد. امروز افراطیون دوم خردادی، افراطیونی که 300 نفر از عربش تو ویروئه و بی بی سی فارسی علیه ملت و نظام حرف میزنن و طرحشون طرح قلمدازیه. این 300 تن امروز حق دارن اینا رو پشتیبانی میکنن. یه تلویزیون جمهوری اسلامی است که شما سهمشو دارید به مناظره ها، یه تلویزیون هم که تلویزیون آمریکاست، رسانه ملی آمریکاست پشتسرتون ویروئه، یه رسانه ملی هم که انگلیس بی بی سی فارسی گذاشته پشت سرتون، یه چیچی نیوز و چیچی نیوز و چیچی نیوز هم تو ترکیه ایجاد شده توسط سرویس اطلاعات ترکیه میت که داره شما ازتون پشتیبانی میکنه. اقوام و مرد و خورشید و فلک در واقع جبهه استکباری پشت سر شما آمده. هر چی داره که رفتار افراطی شما و این لحن شما جلوتر میره، بیش از پیش مردم متوجه میشن که شعار میانه روی و اعتدالگرایی دروغ بود و این جماعت همون جماعتی هستن که در فتنه 88 مسئله دارانه تو صحنه آمدن و لذا این 4 سال برای این مردم کافی بود تا روشن بشه که این جریان همون ادامه جریان فتنه است، نه جریانی که خودش رو در واقع مبرای از افراطیون مثلا دو گروه چپ و راست و دو گروه نسبا طلب و اصولگرا میدونست. اگر نه نگاه کنید به مثل سخنرانهایی که توی شهرها میرن میدونن، نگاه کنید به سازوکارهای میگشون. از این رو اعلام مرگ شعار اعتدالگرایی در این دولت رو با لحن تند این رئیس جمهور که همه اعضای نظام برای سوال داده بود، همین برای این دولت بس در مرگ این دولت که رهبر این مملکت را کرد. چه در کار رو که من مجموع باشم قبلا اینجا گفتم توی عراق احتمالا دوستان شهیدن 3 سال ما با این طرح 20 مبارزه کردیم، یکی از اینجا بشه اینقدر این دوم خردادی ها و اصلاح طلب ها و اعتدالی را شاکی بودن وقتی میگفتیم تو فضای سایبر فقط اشاره بکنم یاد بیاد این سند بیسی تو کشور دیگه اجرا شده تبعاتی داشته تو دهه های گذشته مدل های دیگه اش اجرا شده. تبعاتش یکی تو خانواده است. سازمان ملل 1993 3 سال پیش، 1994 1995 3 سال پیش سر هم نقشه خانواده رو منتشر کرد. World Family Map، نقشه خانواده جهان. سال اول من رفتم توی دانشگاه تهران، گفتم مردم خانواده تو غرب باشیده، تو شهر باشیده، تو جهان باشیده، سازمان ملل داره میزنه تو سرش، میگه بابا آمار زناشویی‌ها تو دنیا داره میره بالا، داره به یه بحران هویت تبدیل میشه، یکی به داد برسه. این رو وقتی که تو دانشگاه تهران گفتم برای اینکه اصلاح طلبا بهشون بر نخوره شروع کنن فردا حالا مشکل خودمون حل شده رفتیم تو راه زناشویی دیگران، همه خبرگزاری ها برداشتن اینکه این سهم سازمان ملل گذاشتن، گفتن بابا سند ارزفلانی نبودن رو نشون دادیم، گفتیم بابا کشور کلمبیا 84% زناشویی، کشور برزیل که چهارمین کشور تو لیست 66% زناشویی، کشور فرانسه 56% زنا زدن، کشور سوئد 55% زنا زدن، همینجوری لیست رو بیار پایین، انگلیس 49% زنا زده است، آمریکا 41% زنا زده است، بقیه لیست رو خودتون برید ببینید این فضای سایت هم سال 93 94 نبود. من اینو تو 100 تا دانشگاه رفتم گفتم، تو همه شهر رفتم گفتم آقا به داد خانواده برسید، این ازدواج سفید که راه افتاده تو ایران میگن ازدواج سفید، ازدواج سفید بذارید جوان ها آزاد باشن، نمیتونن شغل داشته باشن، دختر و پسر که مدتی با هم دیگه دوست سالی زندگی کنن فکر کنن برای کانتن هم دیگه، بابا این قبلا پیاده شده توی 30-40 سال گذشته تو دنیا، پدر خانواده رو در مورد سازمان ملل میگه بابا یه مصیبتی به وجود اومده، معلوم نیست پدر این بچه ها کیه، تمدنی ولد زنا تو قرب و شرق شکل گرفته، به داد برسید. سازمان ملل توی این 3 سال به ایران که میرسه میگه اینقدر در ایران نایاب و کمیابه که حساسان این صفر، یعنی 80 میلیون ایرانی شیعه و سنی به افتخار اسلام پیامبر جدید قدر اسلام که فرمود علمی و اسطول و تم ما مدار و لحظا محبوس نشدم مگر برای تطمیم مدار و لحظا جبر بودی که بهت میگه اسلام مال 1400 سال پیش بوده در بیاد روز میکنه، یه قدم به درد بردن اسلام اینه که پیامبری که این شعار رو بروز داد تطمیم مقام اخلاق تو جامعهش تو پیروان شیعه و سنیش جوریه که
امروز 80 میلیون ایرانی به یک نکته افتخار میکنه. قصد چی بود؟ سهم هر کس بر چه اسمش برداخته بشه. اولین قصدی که در مورد کسی باید اجرا بشه چیه؟ اینه که پدر و مادرش اون رو حلال‌زاده به دنیا بیارن. اسلام از نطفه‌گذاری انسان قصد رو شروع میکنه و ضد ظلم. ظلم میشه که بعد وقتی که وقتی به دنیا بیاد بفهمه الان حلال‌زاده بوده. اما این اسلامی که فرمود علاقه جهادی آمونی که کار کردش قصده، وقتی انبیا مبعوث شدن برای قصد، علمه مسئلهشون قصد بود، امام راهب و مقام ازان رهبری گردشون قصد بوده و هست. قصد در مورد شما زمانی که رسول پدر مادرتون رقم خورد که شما حلال زاده رقم خوردید به افتخار پدر مادرتون. حالا که دست دولت توی برجام خالیه، حالا که رفتار با قرد
قبل نرده بهشون گفتن هیچی دستشون نگرفته، آمدن امنیتی که نیروهای نظامی ایجاد کردن، امنیتی که سیستم موشکی ایجاد کرده، امنیتی که نیروی قدس و نیروی دریایی و ارتش سپاه ایجاد کردن، امنیتی که نیروی انتظامی هم هفته گذشته دیدید در نفر از جوانای رشیدشون توی در واقع سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدن ایجاد کردن، امنیت مصادره کنم از خودش میگم سایه جنگ رو از سر کشور دور کردیم، لطفاً سایه جنگ با خدا یعنی ربا رو از سر کشور. این مشکل ماست. ما مدیری در حکومت اسلامی میخوایم که قوام به قسط باشه، لباس دین پوشیده، درد دین داشته باشه. ما کسی نیاز داریم که درد دین داشته باشه، دین درد مردم داره، مردم هم درد قسط داره. حاکم در حکومت اسلامی باید درد دین داشته باشه، دین درد مردم رو داره، مردم درد قسط رو داره، یعنی سهم هر کس از جاست زد زد. اگر این نشد، هر کی بیاد با ظواهر نگاه غربی و سازوکارها و مردم رو از جنگ بترسونه، مردم رو از بگیر و ببر بترسونه، مردم رو از چه و چه بترسونه، اون رو ما مجبور میشیم ظواهر این آقایون، همکاراشون، آدمای فکریشون، تئوریسترهاشون، فراریها و پناهندههاشون، خودشون و دیگرانشون رو برای مردم چرا شفاف کنیم. یک نکته رو باید توی نتای عرضم خدمت دوستان عزیز عرض کنم به خاطر نگرانی از فتنه که وجود داره. اگر خاطرتون باشه سال 88 فتنه قرار بود با ترور محمد خاتمی شروع بشه. سرویس‌های اطلاعاتی غرب برنامه‌ریزی کرده بودن در پرواز هوایی در واقع خطوط هوایی اهواز به تهران، محمد خاتمی وقتی سوار شد این هواپیماش تو آسمان تهران منفجر، تو آسمان کشور منفجر بشه. آماده بودن رسانه‌های ضد انقلاب که تا این اتفاق رو رقم زدن شروع کنن بگن که اینا میترسیدن از اینکه خاتمی بیاد کاندیدا بشه یا از مثلا میرسه موسوی دفاع کنه و فلان، جو روانی درست کنن تو فرهنگ ما معروف دیگه بشه که پیرن عثمان که 1400 سنه حضرت امیر علیه‌السلام مظلوم ما با وجودی که امام حسن و امام حسین رو فرستاد که از جناب عثمان گرا کنه محکوم در افکار عمومی که ایشون بود که مثلا در ماجرای قتل جناب عثمان درگیر. این توطعه رو خدا خونسا کرد، نیروهای امنیت پرواز سپاه تونستن اون بمب رو خونسا کنن. مبتنی بر مستندات اطلاعاتی در فیلم قلاده طلا آقای طالبی این مسئله رو ابتدای فیلم قلاده طلا آورده بود که اون هواپیما میخواست منفجر بشه و خدا رحم کرد به نظام، به اسلام، به مردم و اون توطعه خونسا شد. هر به دشمن به نتیجه نرسید، فتنه رو بعد از انتخابات عملیاتی کرد. این اتفاق خطری بود که از سر نظام و جامعه ما بود. اون اسم چون غرب اینجوری دیگه، آدم هایی که در واقع عاشق غربن وقتی کارکردشون برای غرب تمام شد بودن اینا رو جمعشون بود فلا کنید برای کار بعدی خودش. رضا خاتمی که همه نرد عشق برای غرب باخته بود با غرب باخته بود رو گفته بود، تمدنان رو مطرح کرده بود، میخواست من سرویس اطلاعاتی غربی اینجا اینو از بین ببرن که زمینه بشه برای فتنه طرفداراشو بزنن تو خیابون دیگه. شما کشتید و زدید، چیکار کردید که مگه میشه جمع کرد؟ مثلا چند قبل وزیر جنگ رشید صهیونیستی علنا اعلام کرد که رئیس جمهور ایران در ماجرای انتخابات ترور میشه. وزیر جنگ رشید صهیونیستی خبرگزاری داخلی این رو انعکاس دادن. این نگرانی رو ما داریم که دشمن نگاه کنه ببینه یه دولت سرکار آمد گفت دولت خیلی به ما برده نزده بعد این دولت کارکردش تمام شده باشه برای غرب، غرب دیگه احساس کنه که از این آبی برای غرب گرم نمیشه، آنچنان که میخواست به نتیجه بیاد به دست بیاد که بشه هست این مقامات دیگه این کار انجام بده. لذا من نگرانم دوبار یک معلم استراتژی و حوزه تخصصی در این زمینه که مسئله تبدیل در بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است، نگرانم که دشمن با این پالیسی که داده و گفته که رئیس جمهور ایران در ماجرای انتخابات ترور میشه، دشمن حالا که دیگه میدونه امروز بدنه جامعه از رئیس جمهور فعلی دور شده و وقتی ایشون یه جایی گرفتاری مردم بقیه واقعی با سنگ میزننش و میریزن به سر ماشینش، دشمن بخواد مقدر بیشتر از رو امامزاده کنه. من از این قضیه نگرانم و وظیفه دارم هشدار بدم. آمریکا سال 1388
مراقبه فتنه ترور خاتمی توسط حضرت الله به گونه خونسا شد که دشمن به نظرش ترسید. امروز که دشمن دیگه نگاه کنید حسن روحانی موزش نسبت به رهبری و نسبت به بدنه انقلابیون تند شده و این برای افکار عمومی باورپذیره که سرویس های اطلاعات با سرویس های اطلاعات غربی یه کاری رو مثلا انجام بدیم و جامعه بگه آه اینا دیگه از پس اینا دیگه برجام اونا برنده اومدن اومدن دست به توبه زدن. هشدار بیان نسبت سریال آمریکایی 24 ما بگه سریالی داره هر چند سالی ها ساخته میشه که 24 ساعت بحرانی رو نشون میده. فصل هشتم سریال در مورد رئیس جمهوری است که آمده به سر کار تو آمریکا. خانومی بود پیش بینی میکردن کلینتون خانم کلینتون بیاد به جای رئیس جمهور سر کار. یه خانومی رو گذاشتن برند میشه این خانومه میاد میشه رئیس جمهور آمریکا. در ایران هم کسی رئیس جمهور میشه به نام حسن. این 24 کسی هم این سریال فصل هشتم 42 دقیقه است. این حسن با برادرش که تو همه چی دوالت میکنه موفیدم برادرش تو همه چی دوالت این مال ساعت سال 88-89 دقت کنید آمریکایی چجوری افکار عمومی رو میسازن برای کاری کنه برادر انقلابی حتما عزیزان جوان این چند روز آینده سریال 24 رو توی وقت خلوتش رو ببینید ممکنه بعضی دیگه باشن فصل 8 در این سریال حسن رئیس جمهور ایران میره با آمریکا مذاکره میکنه تعداد سانتریفیوژ هایی که پذیرفته میشه از ایران الان چند تا پذیرفته شده؟ 6000. در اون سریال 5600 تا پذیرفته میشه. 5600 تا 6000 تا یعنی رو یعنی سال 1888 این سریال رو ساختن معلوم بود تعداد سانتریفیوژ هایی که از آمریکا میپذیره چند تا. بالاخره این اتفاق میفته و مذاکرات که انجام شد تمام شد. حسن رئیس جمهور ایران توی اون سریال ترور میشه. تمام علائم و نشانه ها توی اون سریال امروز وجود داره. نه تنها در اون سریال که الان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی لیبرمن آمده مصاحبه کرده گفته که رئیس جمهور ایران در این انتخابات ترور میشه. افکار عمومی آماده باشه. قبلا سرویس های اطلاعاتی دشمن که دیدید آمدن تو خیابان های تهران احمدی روشن، رضای نژاد، علی محمدی، شهریاری و دیگران رو به شهادت رساندند. طرح فدا کردن محمد خاتمی برای ایجاد یک فتنه و دو دستگی تو قاعده همون پیرن عثمان که شناخته شده از فرهنگ بار اومده نظر داشته و خدا این رو خونسا کرد و نیروهای امنیت پرواز به انسان رو بزدایت. امروز دشمن با عدالت گوناگون احساس میکرده که کسی که بیاد سر کار بره برجام و رقم بزنه بود آمریکا یا فلا بزنن سر این هیچی دست این نباشه تو جامعه بی آبرو و بی اعتبار میشه. دشمن توتر رو رقم زده که در یک چنین فضایی بهترین کار اینه که حالا مثلا بگه این حذف میشه و خودش بعدا ترفند رو ایجاد کنه توتر رو ایجاد کنه و بعد جامعه رو دچار دو دستگی در حد جنگ داخلی کنه. این مورد رو قرار به سازمانهای امنیت و اطلاعاتی کشور با بررسی که در مرکز ما انجام شد با الان رو شواهدش از آنچه که مرکز مطالعات استراتژیک اینا کار کردن برای مسئولین فرستادیم. به شکل علنی هم الان در رسانه‌های مختلف دارم میگم که حالا که دوستان دولت رفتن به سمت افرادگرایی، افرادی ترین افراد جنبش سبز، افرادی ترین افراد مسئله داری که سوابق به اصطلاح بازداشت و زندان‌های گوناگون دارن، اینها آمدن به عنوان افرادی ترین افراد مسئله دار جنبش سبز شدن پشت سر این دولت. رئیس این دولت هم اعتدال رو گذاشته کنار در واقع در تندترین موضع‌گیری هایی که میشود موازی میدن با اسلام در تعارض باشه، با رهبری در تعارض باشه، در تقابل با مثلا بدنی جامعه و متدینی باشه. این رو 54 تا فوشی که به منتقدین خودش داد. یک روحیه پرخاش رو از سوی خودش به جامعه تحصیل به صلاح الغا کنید. جامعه متقیم متقابلا وقتی جواب داد افکار رو به وزیری که آقا ببینید این تقابل وجود داره پس اگر یکی از این دو طرف حذف شد طرف مقابل مقصر بوده. این یک توته است، یک فتنه است. امید ما به خدا اینه که این بار هم خدا دست عنایتش رو سر این ملت باشه و
به مدد وجود نورانی حضرت در این ماه عزیز این انتخابات بدون این مسائل رخ بده و همونطوری که دفعه پیش اون توطئه خونسار شد این دفعه هم خونسار بشه. اما باید هوشیار بود، هم خود رئیس جمهور باید مراقب باشه که دشمن حرف در کار بگذاره، هم بدنه جامعه باید مراقب باشه که دشمن که چنین توطئه‌گری و فتنه‌گری هایی میکنه و اعلام کرده، همینچه جامعه ما باید بداند که این ترفندهای نخنما دیگه زمینه فتنه در جامعه ما از این حیث نمیتونه بشه که دو دستگی به وجود بیاره. مراقب این قضایا باید باشیم. ملت ما جشن نیمه شعبان که برگزار می‌شود چند روز بعدش انشاءالله جشن دوازدهم هست، جشن دوازدهم جمهوری خودش رو برگزار می‌کنه، آماده است که شرایطی رو خدا براش انشاءالله رقم بزنه که ظهور حضرت رو به چشم خودش ببینه و چشمش به کمال نورانی حضرت امام ظهور منور بشه. از ما عاجزانه می‌خوایم که آنچه که صدا و مصلحت مسلمین برجو به اراده هاست رو رقم بزنه. در عراق، در ایران، در یمن، در لبنان، در سوریه، در افغانستان، در کشمیر، در اروپا، در امریکا، در هر جایی نفرت رو جلو بردن تا الان این اختزاری که امروز جریان های دینگرا دارند، جریان های خداگرا دارند، جریان های اسلامی دارند، این اختزار حاصل زحمات خود حضرت در طول بیش از 1000 سال گذشته است که منتج شده به جمهوری اسلامی که 39 سال دوام آورده به قول قوه الهی و در عصر هیچ پیامبر معظم ما که امکان تشکیل حکومت داشته مثل حضرت سلیمان نبی یا حضرت داوود نبی یا پیامبر خودمون یا در عصر هیچ یک از ائمه اطهار ما علیهم السلام این امکان به وجود نیامد که حکومت دینی شکل بگیره 39 سال دوام کنه بعدا تکثیر بشه تو کشورهای دیگه رهبران دینی و انقلابی مبارزه کنن. این نفس عمل خود حضرت هست که در بین تمدن بشری با سرانگشتانی که داره که حالا در جامعه ایرانی میشه سلسله ولات و فقیه همین 61 نفر ولی فقیه که ما امروز در زحمت نفر 61مین در لبنان میشه سید حسن نصرالله در عراق میشه آیت‌الله سیستانی در عربستان میشه شهید نمر در بحرین میشه آیت‌الله عیسی قاسم در یمن میشه انصار الله و عبدالملک الحوثی در نیجریه میشه شیخ زکزاکی این سرانگشتان حضرت کارها رو دارن انجام میدن مثل نخ تسبیح عمل حضرت این افراد رو به هم دیگه متصل کرده و کارها رو جلو میدن. پس حضرت بین ماست، نهضت رو خودش رو مدیریت میکنه، ما منتظریم که خدا توفیق رو عطا بفرماید به بشریت که ایشون ظاهر بشوند، ظهور بفرمایند از بین ما و ما چشممون به جمال نورانی ایشون منور بشه. این با این که بگیم آقا کاری نکنید تماس کنید واسه نمیدونم بگیم برون کسی اصلا دوباره این نماز دادن نیست که هیچ اون دیم دم در تا حضرت شاید بیاید شاید این جمعه بیاید شاید آقا حضرت دین ماست کجا بیاید چون آمدن هستن چشم بصیرت چشم عقل باید بینا بشه ببینه حرکت نهزد. این جمعه هم قبلا گفتنم بازم تکرار میکنم بزرگان و مفسرین و حکمای ما در قوم فرمودند در سالهای اخیر کار کرده دین یک کلمه است. کار کرده این میکروفون اینه که صدا رو بگیره از طریق آمپلیفایر بده تو باندها که انعکاس بدن به حالت ما. اگر این کار کرده نداشته باشه میکروفون نیست. دین چه کار کرده ای داره که اگر اون نباشه دین نیست؟ یعنی جامعه دینی و حکومت دینی کار کرده دین چیه؟ فرمودند که کارکردگی در قرآن تعریف شده تحت عنوان قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی از کارش پرداخت بشه. نقطه مقابل ظلم در قرآن. در قرآن در معرفت توحیدی که دو تایی هست یکیشو بعد بزنید یکیشو اقامه کنید ظلم رو میزنید قسط رو اقامه میکنید میشه طلبه توحید در رضا بشه. قسط یعنی سهم هر کس هر چی از کارش پرداخت بشه و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس بگیره. این میشه مقابله با ظلم. رضا فرمود انبیا مبعوث شدن که دیگه اون من ناسب برست هر که هر کجا هست همونجا قسط رو اقامه کنه سن هر کس از اطرافیانش هر چی هست بهش ببرد ضد ظلم باشه همون جایی که هست خواص جامعه چی؟ قوام برست. رضا قوام جامعه دیگه اون من ناسب برست
خواص جامعه قوام بفرست. فلسفه وجودی انبیا، فلسفه وجودی ائمه، فلسفه وجودی حکومت جمهوری اسلامی، فلسفه وجودی دین مداران در نظام اجتماعی کسی. اگر عبادت فردی ما و رعایت احکام در مسائل عبادی و سازگار دینداری شخصی ما منتج نشه در نظام اجتماعی به قسط، دین به کار کرده است که خودش نرسید. ممکنه دین مداران زیاد باشند، در زندگی شخصی هم عبادت کنند، اما اجتماعیات اسلام که ناظر به قسطه اون رو بر نتابند، اون دینداری فایده ندارد. پس کار کرده دین به زعم حکمای ما و مفسرین ما از فرنامه جوادی آمولی در قرآن عظیم قسطه لیقوم الناس بالقسط، هر که هر کجا هست باید برخیز قسط به ما کنه، و خواص جامعه باید قوام به قسط باشن. اونه که ثروت دستشون انبار شده، علم دستشون انبار شده، قدرت دستشون انبار شده، مسئولیت ها دستشون انبار شده. از این رو از دیده امام راهل رضوان الله تعالی علیه و رهبر مظلوم انقلاب، قسط فلسفه وجودی جمهوری اسلامی و فلسفه وجودی مسئولان در جمهوری اسلامی است. یک فرماندار، شهردار، نماینده مجلس، فرمانده، قاضی، وزیر، وکیل، مدیر کل، استاندار، دیپلمات، سفیر، رئیس جمهور، تمام اینها در جمهوری اسلامی یک شاه بیت در آیات قرآن بیشتر ندارن برای اینکه سازوکار رقم بزنن. اینه که مأمور به اقامه قسط، چون دیگه قدرت دست اونا ترجیح میشه، اینا باید قوام به قسط باشن، ضد ظلم باشن. بیاید مثلا به چه روز ماه شعبان و روز نیمه شعبان روز در واقع امام قسط، و ما منتظر ظهور انسان عظیمی هستیم که تمام ماحصل زحمت انبیاء انسان و ائمه اطهار ما در ایشون خلاصه شده برای قامه به قسط، و کسی میتونه ادعا کنه که منتظر ظهوره؟ که دنبال منتظر ظهور برای اقامه قسط تراش کنه فلسفه وجودی تک تک ما که مدعی اسلام و ایمان هستیم اقامه قسط. خب همیشه جوان دانشجون کف دانشگاه ها از ما میپرسن که آقا چرا جمهوری اسلامی هر که توش میشه مدیر کلان اجرایی و وزیر و وکیل و سر میخواه زمین؟ آیا جمهوری اسلامی مشکل داره که هر که توش میشه مقام مسئول میخوره زمین؟ یا این افراد مشکل دارن؟ من میگم شما به یک مثال توجه کنید. جمهوری اسلامی با این مترو میزان بسنجید. شم در زمان امام علی علیه السلام سرباز امام علی بود، در زمان امام حسن علیه السلام سردار سپاه امام حسن علیه السلام، در زمان امام حسین علیه السلام قاتل امام حسین. نفس امام علی علیه السلام بهش بود موقع سرباز امام، نفس امام حسن علیه السلام به این خورد موقعی که فرمانده گردان و کیپ و این چیزا بود توی سپاه امام حسن در جنگ با قمان. نفس امام علی و امام حسن بهش خورد، آمد نشست توی سینه امام حسین، نفس امام حسین رو. این درسی است که یک جوان ما در جامعه دینی جوان مؤمن انقلابی باید بداند. می شود شمری بود که نفس امام حسین، نفس امام حسین رو میگیره، کسی که نفس امام حسن و امام علی بهش مورد. جمهوری اسلامی هم همین بود. در جمهوری اسلامی هم هر کس ادعای ایمان کرده خدا امتحانش میکنه، به خصوص مسئولین جمهوری اسلامی. آیه صریح قرآنه که بسیار مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه رو در سخنرانی‌هاش در برنامه تلویزیونیش و رادیویش اعلام میکرد، مدام این آیه رو میخوند: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. مردم حساب میکنن که ما اینها رو وقتی ادعای ایمان کردن انکبول گفتن ایمان آوردیم دیگه امتحان نمی کنیم. چرا؟ تا بگید ایمان آوردیم از اینجا به بعد با فتنه ها امتحانتون می کنیم. همیشه جوانان دانشجویی این نکته رو عرض کردن، جوانان مؤمن انقلابی حاضر در خلاص هم به این نکته عنایت داشته باشن، تا نیامدی مدرسه امتحان ندهیم، بیرون مدرسه هست نمی به سامون بگیریم.